ما امروز تو دو تیر 1402 به عرفان رسیدیم، عرفانی که یک نقاشی نمایشگاه خوب نقاشی داره با موضوع کالیگرافی. خوشحالم که عرفان عزیز رو در یه قالب دیگه میبینم. من پشت دوربین جوان مستعد و با استعدادی دیدمش. دوست عزیز خوبم عرفان جان اومده اینجا نمایشگاه نقاشیاشو گذاشته. نقاشی‌ها در خور در از عرفان جان بسیار فاخره. به نظرم باید بهش بگم خسته نباشه. کمتر کارگردانی داریم متاسفانه، البته که نقاشی بدون کاملا موسیقی، بدون رنگ‌ها رو بشناسه و طراحی رو بدونه و چه میدونم با همه اینها در ارتباط باشه و مجموعه این از اینها رو وقت در کارش ببینیم. به نام خداوند بخشنده جان. سلام، عرفان احتشامی هستم، فیلمساز و نقاش. اینجا فرهنگسرای نیاورانه و اولین نمایشگاه انفرادی بنده هست که در فرهنگسرای نیاوران در حال اجرا هست. عرضم به حضورتون که هنر به مثابه در واقع ابزاری هست برای گفتن یک تفکری. به نظر من هنر مهم نیست که با چه ابزاری باشه. به نظر من هنر در هر موقعیتی که باشه، چه نقاشی، چه سازی، چه در عرصه انیمیشن و رشته های مختلف مثل رشته های تجسمی هم باشه، مهم گفتن و بیان در واقع هنرمنده. به نظر من هنر به مثابه گفتن یک تفکره برای یک هنرمند. به نظر مهم این که چه چیزی رو میگه و قرار چه چیزی رو گفته بشه. خب من در این نمایشگاه که طی 7 سال طول کشید نقاشی ها و از یک ایده اولیه شکل گرفت و یک بینشی که در واقع یک هویت تاریخی بود برای من، یه بحثی که همیشه مطرح هست اینه که چرا در کنار فیلمسازی نقاشی میکنی، یا چرا هنر صرفا اینکه در یک رشته باشه آیا درست است، یا اینکه چند تا کار بکنید. خب من با خیلی ها مشورت کردم و اون چیزی که آدم علاقه داره به نظرم بهترین چیزه در هر رشته ای به نظر من. و چون نقاشی جزئی از هنر هست و در واقع بیس خیلی از رشته ها میتونه نقاشی باشه، برای من جذاب بود. و به خاطر اینکه در کنار کار انیمیشن و انیمیشن سازی که این چند سال انجام دادم، برام جذاب بود که تجربه نقاشی کردن رو در کنار کارهام داشته باشم. و به خاطر همین بود که در این 7 سال این نقاشی ها انجام شده. آرزو میکنم که همه جوانایی که هم نسل من هستن بتونن آن چیزی که دوست داشته باشن رو ادامه بدن و دنبال آن چیزی باشن که دوست داشته باشن.